یک آیت بلند پای پاکستان به زودی به کابل می روین. درگیری خودی میان طالبان در ولایت بدخشان. بحران اقتصادی در افغانستان، خطر گرسنگی در کمین مردم قندوز. اعتراض زنان در کابل، اگر کاغذ و کتاب را بگیرید در کف دست حکومت قانون می نویسیم. و اعلامیه آماده باش ماشال دوستم با تمام فرماندهان شمال. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیوی مهم با ما باشید. یک آیت بلندپایه پاکستان به زودی به کابل می روند. رئیس پارلمان پاکستان گفته است که آیت از مقامهای عالی رتبه به زودی برای تعامل بیشتر با طالبان به افغانستان سفر می کنند. و گزارش سپوتنیک به نقل از رسانه ها. اسد قصیر امروز پنجشنبه 16 جدی که ریاست جلسه هماهنگی بین وزارت این کشور برای کمک به مردم افغانستان را بر عهده داشت گفته است که برای تعامل بیشتر به زودی آیت از اسلام آباد به کابل سفر خواهد کرد. همچنان در خبرنامه که از سوی دفتر مشاوریت امنیت ملی پاکستان به نشر رسیده آمده است که پیشرفت‌های حاصل شده تا اکنون در زمینه ابتکارات مختلف که توسط مجموعه بین وزارت پاکستان انجام شده برای تسهیل روند کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان رضایت بخش است. رئیس مجلس نمایندگان پاکستان از تلاش‌های هماهنگ برای کمک به مردم افغانستان قدردانی و تأکید کرده که جهان نباید مردم افغانستان را تنها رها کند. اسد گفته است صلح و ثبات در افغانستان نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای پاکستان نیز از نظر دسترسی به کشورهای آسیای مرکزی برای تجارت و ارتباط بیشتر فرصت‌های عظیمی را فراهم می‌کند. پاکستان پس از سقوط حکومت پیشین پیوسته تلاش کرده است تا جهان را متقاعد کند که با طالبان تعامل داشته باشد. درگیری خودی میان طالبان در ولایت بدخشان. در درگیری خودی میان گروه طالبان در ولایت بدخشان 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش سپوتنیک به نقل از رسانه ها. منابع محلی در بدخشان امروز پنجشنبه 16 جدید به رسانه ها می گویند در نتیجه این درگیری دو طالب مربوط به آمریت جنایی و غیر نظامی باشنده ولسوالی شکی کشته و دست کم 4 تن دیگر زخمی شدند. و گفته این منابع درگیری میان صفاودین آمر جنایی و صلاودین فرمانده پلیس ولسوالی ماهی رخ داده است. این درگیری زمان رخ داد که کمیسیون تصفیه صفوف طالبان میخواست مسئول استخبارات ولسوالی را به دلیل تخلف از دستورات از صفوف طالبان خارج کند. اداره ایرازی به وزارت زراعت مدغم می شود. بر اساس دستور کابینه طالبان، اداره ایرازی با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مدغم می شود. خبرگزاری دولتی باختر پنجشنبه 16 جدی به نقل از مسئولان گزارش داد که از اینکه تمام بخشای این دو اداره یعنی مالیدهی، املاک، عایدات و اجاره دهی زمین‌های زراعتی و غیر زراعتی با هم مطابقت نزدیک دارد، تصمیم ادغام آنها گرفته شده است. اداره ایرازی در آغاز یک اداره مستقل بود اما در سال 1397 و فرمان اشرف‌غنی رئیس جمهور فراری به وزارت شهرسازی مدغم شد. توزیع و تثبیت زمین‌های دولتی بخش از مسئولیت اداره ایرازی است. بحران اقتصادی در افغانستان، خطر گرسنگی در کمین مردم قندوز. باشندگان ولایت قندوز شمال افغانستان در صحبت با خبرگزاری افغانستان از نبود امنیت، افزایش قتل‌های مرموز و آدمربایی در این ولایت شکایت دارند. احمد یوسف به اسپوتنیک میگوید در این ماه 3 اختطاف داشتیم. قتل‌های مرموز همچنان ادامه دارد که از آن جمله میتوان به قتل محمد زبیر امیری پسر مدیر مکتب خصوصی یاد کرد. باشنده دیگر قندوز که نخواست نامش از او برده شود در خصوص وضعیت اقتصادی باشندگان این ولایت گفت وضع اقتصادی مردم به نهایت خراب است. در بیشتر هر نانوایی به ده ها نفر گدایگر صف بستند. اگر به یکی دو نفرشان کمک نکنی اطفالشان خود را به پای تان انداخته و کمک می خواهند. او می افزاید که نمایندگی دفتر سازمان ملل
همه روزه به گونه این ناچیز به شمار از مردم آرد، روغن، صابون، برنج و مبلغ پول نقد کمک می کنند. به گفته باشندگان این ولایت، عمل بالمعروف و نهی از منکر طالبان در ولایت قندوز به تمامی سلمانی ها فرمان داده تا از اصلاح ریش و استایل دادن موی های شهروندان خودداری کنند. یوسف گفت در بحث مساجد اطراف شهر به امام مسجد گفته شده که هفته 3 روز مردم را جمع نموده طریق خواندن درست نماز و سوره های نماز را پرسان کنید و بعد خود ما آمده از آنها امتحان میگیریم. اما با این حال باشندگان از برخورد طالبان با زنان خوشنودی نبوده و میگویند در قندوز رفتار طالبان با زنان نسبت به ولایت همجوار بهتر است. زنان و دختران مدت 3 ماه می شود به مکتب می روند و در شهر بازار آزادانه گشت و گذار می کنند. آقای یوسف در اخیر افزود که دانشگاه های دولتی این ولایت تا اکنون درست آغاز نشده است. اما دانشگاه های خصوصی قندوز به گونه عادی کار می کنند. حالا از دانشجویان امتحان گرفته می شود. درس اتمام یافته است. البته دختران و پسران در یک تایمند. اعتراض زنان کابل: اگر کاغذ و کتاب را بگیرید در کف دست حکومت قانون می نویسیم. زنان معترض در یک حرکت نمادین در شهر کابل به طالبان گفتند اگر کاغذ و کتاب را بگیرید در کف دست حکومت قانون می نویسیم و عدالت می خواهیم. این زنان معترض امروز پنجشنبه 16 جدی در صحبت با روزنامه 8 صبح می گویند به هماهنگی و قوی بودن فعالیت های دادخواهانه متحدند و از اعتراضات زنان در سایر ولایت های کشور نیز استقبال می کنند. اعتراضات مدنی زنان نسبت به وضع محدودیت ها از سوی طالبان در حال افزایش است. طالبان بر رغم فشارهای جهانی و مردمی به وضع محدودیت ها و اقدامات سختگیرانه تر علیه زنان دست می زنند. در تازه ترین مورد، اداره عمل بالمعروف و نهی از منکر طالبان در بلخ دستور داده است که زنان بدون محرم و ایجاب شرعی از خانه بیرون نشوند. پس از سقوط کابل به دست طالبان، این گروه دروازه های نهادهای آموزشی و تحصیلی را برای زنان بستن و دستور دادند که کارمندان زن دولت پیشین تا فراهم شدن شرایط در خانه منتظر بمانند. همچنان تازه به نقل از راحله دوستم، مارشال سایب دوستم از تمام فرماندهان خود در ولایت فاریاب، جوزجان، سرپل و مزار خواسته که تا آمادگیشان را به خاطر بهار سال آینده بگیرند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.